سلام، به کانال Let's Make خوش اومدید. تو این قسمت قراره یه ایده رو براتون پیاده کنم. همونطور که میبینید الان تو گیت‌هاب جادی هم بذارید بیارم اینجا که قراره سن چه چیزایی رو ما توضیح بدیم و با هم ببینیم. خب یه مقدمه ای بگم. احتمالاً شما بذارید من اول توضیحی بدم از ویدئوی قبلی، یه عذرخواهی هم بکنم از کسایی که ویدئوی قبلی رو دیدن. تو ویدئوی قبلی صدا به شدت ضعیف بود و خب تو این ویدئو من هم گین میکروفون رو کارت صدا بردم بالا، هم گین صدای خودم رو، یعنی دارم داد میزنم تو میکروفون. کسی که منو بشناسن یا حتی ویدئوهای قبلی رو دیده باشن میدونن که خیلی اهل بلند صحبت کردن نیستم، ولی خب الان دارم داد میزنم تو میکروفون و دوتا دلیل داره. دلیل اولش اینه که صدا به قدر کافی پرحجم باشه برای ویدئو. حتی خب اینجا مثلا یه صدای نفس کشیدن و ضربه زدن به میکروفون بیاد. ببخشید چند تا ضربه زدن به میکروفون. خیلی بلند خواهد بود و از این بابت ببخشید. اودیو کلیپینگ پیش میاد. خوبی دومش اینه که کارت‌های صدا اکثراً اوتوماتیک گین کنترل دارن. یعنی چی؟ یعنی وقتی من دارم داد میزنم نویزهای محیطی مثل صدای فن لپتاپ من رکورد نمیشن. لیمیت میشن. چرا؟ چون صدای من صدای بلندتره. خب خوشبختانه میکروفونم چسبیده به دهن من، دیگه دارم حرف میزنم صدا مستقیم تو میکروفونه، فرصت نمیکنه صداهای جانبی مثل هم زدن چای منو پیدا کنه و ریکورد کنه. بگذاریم، مقدمه چینی میخوام بکنم سر اینکه قرار اصلا چه چیزی ما پیاده کنیم امروز. قراره که امروز یک ایده رو به یک استارتاپ قابل استفاده، به یک MVP تبدیل کنیم. من مطمئن نیستم که MVP مخففش درسته یا نه، ولی اونجور که شنیدم میشه مینیمم ولیو پروداکت یا حداقل ارزشی که شما ایدتون میتونه به جامعه برگردونه. حالا اینجا میشه یه اپ خیلی ساده تحت وب، بعداً ممکنه ما بخوایم پول بگیریم از کاربران یا نه اصلا بگیم این اپ مجانی میمونه، ولی مثلا یه سری سرویس اضافه تر من بعداً بنویسم، این سرویس ها اینجوری که شما باید پول بدین ازش استفاده کنید، باید سرویس رو بخرید. MVP خوبیش اینه مثلا شما سرمایه گذار میخواید، یادم باشه 6.4 دقیقه است الان، یادم باشه خیلی طولانی نشه، چون این ویدیو بار دومیه که داره رکورد میشه، تیک دومه. بار اول ریلز خیلی اذیتم کرد. خب آره دیگه، قرار از ریلز استفاده کنیم. این رو میخواستم بگم. شما میخواید سرمایه گذار جذب کنید. سرمایه گذار اگر شما صرفا ایده رو بهش توضیح بدید، مثلا همچین لیستی رو بذارید جلوش، احتمال زیاد میاد میگه که خب به من چه، میخوای بری پیاده کنی برو پیاده کن دیگه، مسخره بازی چیه، چرا داری مسخره بازی در میاری و نتیجتاً سرمایه گذاری نمی کنه. اما اگر یه MVP داشته باشیم ما حل. خب این مقدمه رو من گفتم، بذاری یه چک مارک بذارم کنارش. MVP هم توضیح دادم که چیه، اینم یه چک بذاریم. خب من اومدم چی کار کردم؟ اومدم یه پروژه رو جادی خیلی وقت پیش پیاده کرده بود رو داشتم ویدیوهاشو میدیدم. در واقع من دنبال یه سری داکیومنت بودم برای جنگو و نمیگم خودم رفتم تو کانال جادی، نه، خیلی اتفاقی یوتیوب ریکامند داد به من این قضیه رو، چون من داشتم دوره بلاکچین جادی رو میدیدم، بعد به من ریکامند کرد که پروژه بستون مثلا فلان چیز تو جنگو و اینا. من فکر کنم 15 تا از ویدیوهای جنگوی جادی رو دیدم و دیدم پروژه بستون پروژه جالبی بود، اما خب من میخوام با روبی بنویسم اون رو. بستون با پایتون نوشته شد، با جنگو نوشته شد. این قرار ویکند پروژکت من باشه، حالا این آخر هفته و آخر هفته دیگه شاید کلن چیز باشه، اما امروز احتمال زیاد ما به MVP میرسونیم. رفتم اول خواستم این دامنه رو ثبت کنم، دیدم یه آقایی به اسم مظاهر مرجانی اینو ثبت کرده قبلا، هویز گرفتم ازش و دیگه همین. هی فکر کردم که چه چیزی میتونه به یه سیستم مدیریت دخل و خرج بخوره و بار منفی هم نداشته باشه. راستش خرج
توی دخل و خرج بارش یکم منفیه، نه اینکه منفی بدی باشه ها، ولی حس جالبی نداره. خب به حال وقتی پول خرج میکنیم ناراحت میشیم دیگه. گفتم خب من میذارم myincomes.ir، دیدم این فیری سری گرفتمش، یعنی از طرف من اوکیه. یه اعتباری هم توی ایرنیک داشتم، حالا منتظرم که ایرنیک ایمیل بده و برای من این قضیه رو تایید کنه که آره آقا شما خریدی این دامین رو، ما هم تایید میکنیم، چون مثلا قبلا این دامین رو ثبت کردم گفتن نمیشه و ناراحت شدم، اما خب گفتن از وزارت ارشاد میخواید شما مجوزهای لازم رو، بعید هم نیست بالاخره اسم قرآن توشه و این مشکلاتی که ممکنه حتی برای خود ایرنیک پیش بیاره اگر سوء استفاده ازش بشه خیلی غیر منطقی نیست با قوانین جاری کشور که همچین سختگیریایی رو همچین قضایایی پیش بیاد. خلاصه کلام اینم تیکش خورد، یه دامین ثبت کردم، منتظرم اکسپت بشه، بعد بندازمش پشت دی ان اس که اینا رو من اینجا حالا یه سری مرحله اضافه خواهم کرد. همینجور که میریم جلو میریم سراغ این که قراره که چی کار کنیم. یه معماری تو ذهنش چیدم، یه معماری تو ذهنم چیدم، چرا گفتم ذهنش، یه معماری ذهنی چیدم و این معماری ذهنی برای این پروژه اینطوری شد. گفتم من یه سری یوزر دارم، یه سری کاربر دارم، این کاربر، هر کاربری یک انسانیه که یه جا پول خرج میکنه، اکسپنس داره، از یه جایی هم درآمد داره. حتی انسانی که شغل نداره هم بالاخره از یه جایی درآمد داره دیگه. مثلا یه نمونهش اینه که بچه‌ای که میخواد بره مدرسه مادرش نمیدونه مثلا 10,000 تومن پول میذاره تو جیبش که میگه مثلا زنگ تفریح برو غذا بخر. حالا کاری نداریم اون بچه چی کار میکنه، مثلا اون بچه میره 2,000 تومنشو غذا میخره. بذارید اینجوری بگم، ما یه یوزری داریم اینجا، اینجوریش کنم، اسم یوزرمون رو میذاریم بچه. این یوزر اینجا بچه یه اینکامی داره مثلا 10,000 تومن از طرف مادرش، میاد اینجوری این توی این سیستم وارد میکنه. بعد میاد مثلا چی میگه، میگه که آقا من یه اکسپنسی داشتم اینجا، یه خرج کرده مثلا 2,500 تومن دادم هاندیس خریدم، خب 7,500 براش میمونه دیگه. بعد میاد میگه که مثلا زنگ نهار بود مثلا 5,000 تومن دادم ساندویچ خریدم از بوفه مدرسه. بعد 5,500 براش مونده، داره برمیگرده خونه میگه که خب 2,500 برام مون دیگه امروز تو مدرسه، میرم این 2,500 هم میدم یه مثلا بازی میخرم که برم خونه بشینم بازی کنم. حالا ما کاری نداریم دیگه چه خرجایی ممکنه این شخص داشته باشه، این یه یوزره، بچه برای ما یه یوزره. خب هر اینکامی یه تایتل داره، بیایم اینجا ببینیم، مثلا اینجا گفته 10,000 تومن از مادر گرفتم، اینجوری میشه، میشه بچه دات اینکام مثلا پول تو جی بی، اینجوری مینویسیم، بعد 10,000 تومن، حالا تومنش هم بنویسیم، اینجوری میشه که مثلا میگه از طرف مادر. فارسی انگلیسیش قاطی شد ولی اشکال نداره، چون کل پلن رو من انگلیسی نوشته بودم دیگه فارسی نکردم، فارسی انگلیسی قاطی بشه به هم بریزه نظمش. خب اینجوری ما الان میدونیم که چه چیزایی میخوایم، ولی همچنان هیچ ویژنی نداریم از قضیه، هیچ دیدی نداریم به قضیه که قراره بعدن توی اون استارتاپ ما چه اتفاقی بیفته نسبت به این در واقع داستان ها. خب میریم رو اکسپنس،
اینجا ببینید دو سه بار این شخص اکسپنس داشته، سه بار پول خرج کرده. میخوام اینجوری باشه که اگر من پولی خرج میکنم مثلا اینجوری میشه، میشه بچه دات اکسپنس مثلا ساندیس. البته یه تاریخ هم میخواد، یه تاریخی هم باید داشته باشیم، ولی فعلا من دیت رو اضافه نمی کنمش. فعلا با همین تایتل امانت دیسکریپشن میریم جلو. تو دیسکریپشن میتونه تاریخ بزنه، چون منطقیش اینه دیگه. حالا نمیدونم یه دیت هم شاید بهش اضافه کنیم. میرم تو روبی آن ریلز میبینم که مثلا اسکافولدا چجوری میتونیم بهشون دیت هم اضافه کنیم. چیز وحشتناکی نیست. بذارید اصلا ببینم، شاید همین الان اسکافولدز پلاس دیت این ریلز ببینم که اصلا فیلد دیت رو چطور میتونیم اضافه کنیم. اتا خب تاریخ میلادی میشه و شمسی کردن تاریخ یکم سخته. میگه مدل تایپ ها رو اینجا داریم. حتی اینجا فکر کنم اگر میگشتیم مدل تایپ ها رو پیدا میکردیم، مدل بیسیکس و این داستان ها. حالا تا این از استک اوورفلو بیاد بالا میگه که خب شما میتونی باینری، بولین، دیت، دیت تایم، دسیمال، فلوت، اینتجر، پرایمری کی، استرینگ، تکست، تایم، تایم استمپ بذاری توی قضیه. ببینیم که خود داکیومنتاش چی میگه. خودش هم همینا رو داره میگه. خب ما یه دیت هم اضافه میکنیم بهش، مشکلی نداره، یک دیتی هم میذاریم. خب من دیت رو ترجیح میدم که قبل از دیسکریپشن بذارم، amount date description. برای اینم همین کار رو میکنم. خب اینجا میگیم که مثلا date.today خود روبی رو بیا استفاده کن. اینجا میگیم که خب اکسپنس داشتی 2500 تومن دادی، ساندیس خریدی. بعد اینم میگی که خب امروز این اتفاق افتاده. حالا این date.today اینجوری نیست، لایبرریش رو میگردیم پیدا میکنیم. لایبرری دیت تو روبی خیلی خیلی راحت الحلقومه که با پارسی دیت و اینا مثلا میشه شمسیش کرد. بعد میگه که خب من 2500 تومن دادم، اینم برای خب 2500 نبود، 2500 تومن و چی بود؟ date.today. اوه ببخشید من اینجا یه اشتباه گنده‌ای کردم، اینو نیاوردم قبل از این. یه ایموجی من کپی کرده بودم، اون ایموجی 2500 تومن میگه که مثلا ساندیس پرتقال خریدم، ساندیس پرتقالی دوست داشته خریده. میگه که آقا بچه اومد دوباره یه اکسپنسی برای خودش ساخت، اسمشو گذاشت ساندویچ. 5000 تومن هم داد یه ساندویچ خرید همین امروز. ماشاءالله چقدر پرخرج. حتی آدم ها خب پرخرجن معمولا. مثلا بگه که ساندویچ هات داگ خوردم. اینجوری. مثلا حواسش باشه که 5000 تومن بابت چه ساندویچی رفته. و اگر ساندویچ دیگری خواست از بوفه مدرسه تهیه کنه بدونه که قیمت ها فرق داره. حالا اگر چون معمولا بوفه ها یه جور ساندویچ میدن تو زنگ تفریح ها، زمان ما که اینجوری بود، ولی اگر مثلا چند جور ساندویچ داشت حواسش باشه که 5000 تومن برای هات داگ کافیه، نه برای چیزای دیگه که مثلا میخواد بخره. مثلا همبرگر شاید 6000 تومن باشه. یکی آقا یه اکسپنس آخر میذاریم اسمشو گیم، 2500 تومن دوباره داده براش، date.today. مثلا گیم خریدم. اینجوری میاد توضیح هم میده. حالا این توضیحاتش خیلی مسخره است، ولی من باشم مثلا اینجوری میشه که تایتلام احتمالا یکی در میون میشه اسنپ،
و خب توی اسنپ ها می نویسم، مثلا میگم که اینجا من اکسپنس داشتم، اکسپنس هم اینجا مثلا 20,000 تومان بوده برای اسنپ از میدون آزادی تا میدون ولیعصر، جدیدن هم خیلی گرون کرده. بعد چی میگه؟ میگه که خب مثلا من یکی در میون اسنپ داشتم، وقتی تایتل رو همه رو میزنم اسنپ، خب گیج میشم. مثلا 20,000 تومن دوم اسنپ نبوده، مثلا 20,000 تومن دوم رو دادم چه میدونم چه چیزی بگیم که 20,000 تومن باشه واقعا، مثلا یه قهوه توی کافه خوردم اون 20,000 تومن هزینه داشته، بعد میشستم 22 عنوانو میذارم کافه، بعد توی دیسکریپشن میام مینویسم که آره مثلا تو کافه فلان من همچین قهوه ای خوردم، که حواسم باشه به این قضیه که آره من آدمی ام که مثلا تو این کافه این قهوه رو خوردم 20,000 تومن، حالا شاید یه ریویو کوچیکم برای خودم بنویسم که مثلا قهوهش سوخته بود، مزه خوبی نداشت، یا چه میدونم اون سیراپ شکلاتی که استفاده کرده بود مزه فندق میداد، من فندق دوست ندارم، و اینا که یادم باشه اولا هم قهوهش گرونه هم مثلا قهوهش خوب نبوده. پس من 20,000 تومن بعدی میشه اسنپ از میدون ولیعصر تا مثلا میدون آزادی، اونجا مینویسم که آره اینجوری بود، یادم باشه این تعداد ستاره بهش بدم، اما نه اینجوری نمیکنم، فقط مینویسم اسنپ از فلانجا تا فلانجا که دستم باشه، و مثلا میخوام فردا اسنپ بگیرم گرونتر شد تو این مسیر، حواسم باشه که آره مثلا دیروز هوا صاف بود، ترافیک کم بود، اما امروز هم برفی بود هم ترافیک بود، دوتا تیم مسخرم با هم بازی فوتبال داشتن و این داستانا. خب من ریلز رو خیلی از اینجا سعی کردم یاد بگیرم اون اوایل. راستش رو بخواید اینجا خیلی خوبه ها، مثلا این گتینگ استارتد رو که بزنید یه توضیح خیلی خوبی داره به شما میده، اما ببینید یه مشکل خیلی گنده اینجا داره، رو یکم رو ورژنای قدیمی گیره، بعد یه سری هم چیزایی داره، یه سری مفروضاتی داره که خیلی برای مثلا اپلیکیشن نویسای مثل ما خوب نیست، برای تازه کارها خیلی خوبه که یکم با سینتکس روبی آشنا بشن، اما مثلا من که با سینتکس روبی آشنا میتونم کلن این صفحه رو نادیده بگیرم، چیزایی که توضیح داده رو هم نادیده بگیرم، چون تا حد خیلی خوبی هم با ساختار پروژه های ریلز آشنا. پس اینجا رو میریم کنار. این مطلب رو من پیدا کردم، How to build a Reddit clone with Ruby on Rails. اگر جنگو کار کرده باشیدم خیلی هلو میشه براتون ریلز، به شدت از جنگو هلوتره، به خصوص وقتی که جنگو بلد باشید. میگن که توی این توتوریال میخوایم که مثلا اینو بگیریم یه ردیتی بسازیم باهاش. مثلا میبینید من الان میخوام از این استفاده کنم، نمیام اینا رو بخونم دیگه، زارت میپرم اینجا که مثلا یه اسکفولدی ساخته، فقط ببینم که چی کار کرده که منم بتونم اسکفولدامو همینطوری بسازم. خیلی نرفتم دنبال این که اسکفولدام رو بخوام خیلی قدرتمند کنم و این داستانا، خیلی هم مهم نیست. اینکه مثلا ریک دی بی مایگریت مهمه، بعد از اینکه هر اسکفولدی رو هر کنترلری رو شما میسازید بعد یه مایگریشن بسازید که دیتابیس بفهمه که آقا خانم شما اومدی یه همچه چیزی ساختی، برای من ریلز مهمه ساختن اینها. اصلا کاری با این داستانها نداریم فعلا واقعا هیچ کاری نداریم با این داستانها. خوب یه اسکفولد اینه که شما وقتی اسکفولد میسازید، اسکفولد ها میان یه داستانی میکنن برای شما که مثلا اینجوری موجودیت های تو دیتابیس هم میگیرن و این داستان. خب اینو من به شما گفتم. خود ردیت هم ببینید، ردیت مال زمانی که موتورهای جستجو مثل امروز نبودند. الان ما گوگل داریم، داک داک گو داریم، یاهو داریم، آلتا ویستا داریم. یه مطمئن نیستم آلتا ویستا هست هنوز یا نه. آلتا ویستا ببینیم هست یا نه. یادم این یه زمانی موتور جستجوی
قدرت واز وب سرچش. خب طبیعیه که از بین رفته باشه، حالا بعدا خودتون برید ویکیشو بخونید. اما زمانی که ردیت ساخته شده مثل الان نبودند. بذارید ببینیم که خود گوگل en.wikipedia، ببینیم خود گوگل چه سالی اختراع شده، ساخته شده. اوه توی اخبارم اومده که این ویروس جدید رو جدی بگیرید، واقعا جدی بگیرید این ویروس کرونا ویروس. ظاهرا همون ویروسیه که عامل بیماری سارس شده. گوگل، خب بریم تو گوگل سرچ، چون من میخوام سرچ انجین رو ببینم. نه نوشته چه سالی، عجیبه که چه نه نوشته چه سالی این پروژه آن. 1997، 23 سال پیش این پروژه اومده بالا و خب همچنان زنده است. و ردیت رو ببینیم کی ساخته شده. ردیت جان، ردیت هم تو پایتون، اتفاقا هم نسخه جدیدشه که تو پایتون نوشته شده قبلا، سال 2005. حالا 2005 تا 1997 8 سال فاصله است. تو این 8 سال من 2005 رو من یادمه، حالا اگر خیلی پیرم نمی کنه، نه دیگه واقعا من 9 سالم بوده سال 2005. سال 2005 خب 8 سالی گذشته بوده از موتورهای جستجو. اما باز با این حال من یادمه دیگه، اصلا یه چیزایی سرچ میکردم، کتاب میخوندم اینا. بعد مثلا پدرم هم یاد داده بود که چجوری از گوگل استفاده کنم، پدر مادرم استفاده میکردن و اینا. حتی مثلا پدر مادرم هم توی سرچ کردن، با اینکه خب بالاخره هم جمله بندی بلد بودن، هم میدونستن که چی سرچ کنن، به مشکل میخوردن توی جستجو کردن. و یادم یاهو موقع یکم سرچش قوی تر بود. بعد خب این مشکل بوده دیگه. سر همین اینا گفتن که خب ما بیام یه جا لینک ها رو جمع کنیم. سر همینم ردیت به خودش میگه فرانت پیج آف دی اینترنت. الان فرانت پیج اینترنت گوگله به نظر من. یه زمانی هم تو ایران یاهو بود، چون همه میگم ایمیلاشون رو یاهو بود، اخبار رو از یاهو چک میکردند، پیام رسانیشون به جای این پیام رسان خبیث از طریق یاهو انجام میشد. بعد عرضم به حضور شما که فایل هم میخواستن بفرستن از طریق آهان اینستاگرام مثلا. اینستاگرام فکر کنم معادلش میشد یاهو 360. حتی توییتر خیلی ها از روی یاهو 360 استفاده میکردن و اینا. خب یه جوری فرانت پیج شده بود دیگه. البته خب فکر کنم تو دنیا این اتفاق میفتاد، چون من خیلی ها رو میبینم، خیلی ها که مثلا سن و سالشون از من یکم بالاتره، خارجی ها، ایمیلاشون روی یاهوه. حالا اونایی که رو وبسایت شخصیشونه به کنار روی یاهوه ایمیل بقیه. حالا اصلا کاری نداریم، بگذاریم. میبینید اینجا دوتا لینک داریم که طرف اومده لینک هاش رو منتشر کرده توی سابردیت روبی. منتها خب بعدن اومده این سیستم پست گذاری هم پرسیده، یعنی پرسیده گذاشته و الان خیلی سوال میکنن روش. یه سری سابردیت پرسش و پاسخ دارم، منتها چون پزشکیان ممکنه تصاویری که منتشر میشه یه مقدار جالب نباشه، مثلا زخم عفونت و از این چیزا که حال به هم زنه. الان خودم مثلا جواب آزمایشمو گرفتم، رفتم تو اونا سوال پرسیدم، خیلی چیز نیست، خیلی علاقه من نیستم به منابع پزشکی. همچنان طرف اومده لینک گیت هابشو گذاشته، دوباره پسته، لینکه یکی پست و لینک قاطیه، تو پسته دیگه. این یکی دوباره سواله با کد و همینجوری به چرخید. میبینید این قرار بوده یه دایرکتوری بزرگ باشه از لینک ها تو اینترنت. به خاطر همین شما اصلا سرچ کنید چیزایی که مربوط به ردیته، میبینید که کلن اومدن گفتن ما میخوایم سیستم لینک شیرینگ بسازیم. حالا این اینجا باشه، این توتوریال هم توتوریالی که اصلا ردیت ساختن با ریلز رو داره توضیح میده به ما. 22 دقیقه حرف زدم بدون اینکه بخوایم وارد بحث فنی بشیم. حالا
من کاری به این قضیه ندارم که اصلا میخوایم چی کار کنیم. من اینجا یه سری چیزا رو دارم از روی این تقلب میکنم، یه سری چیزا رو احتمالاً از این تقلب کنم. خب این دیت ها رو من یادم باشه بگم که MVP فعلا دیت نمیخواد. یکم ساده تر بریم جلو، چون دیت هندل کردنش یکم سخته. No dare for MVP. ببینید اینجوری که نوشتم هم ایده هم ساختاری که برای ایده تو ذهنمه کامل پخته اینجاست. این هم ما دیدیم با هم، گفتم که ببینیم. میریم سراغ birth of or startup. من اینجا یادم رفت که در مورد تولد استارتاپ هم بخوام توضیح بدم به شما. خب اینا داشتم میگفتم، اینا من توضیح بدم در حد 2 دقیقه نه بیشتر، چون خیلی حرف زدم تا الان، خیلی وقت کشتم به نظر خودم، بیشتر از اینکه بخوام کار فنی بکنم فقط حرف زدیم و یه سری داکیومنت و یه سری اگزمپل دیدیم. ایده ها توی ذهن ما هستند، هر آدمی بالاخره یک دنیایی از ایده ها رو داره. بعد عرضم به حضورتون که این ایده ها تو ذهن ما هستند دیگه. نمیدونم توضیح میدم، ما میخواییم این ایده ها رو به واقعیت تبدیل کنیم. الان من اون ایده تو ذهنم بود، البته خب این ایده رو جادی قبلا خیلی بهترش رو پیاده کرده، کلی براش کار کرده، الان گیت هابش رو با هم میبینیم. یعنی جادی واقعا در حد یک شرکت وقت گذاشته برای ایدهش، که من حتی بعید میدونم مثلا کسی که تو شرکت ها کار میکنن قراره یه ایده رو برای شرکت پیاده کنن اونطوری پیادهش میکنن. این آقای سراج راوال یه پلیلیستی داره به اسم Watch Me Build و این ویدیو ایدم از این آدم گرفته شده. منتها یادتون باشه که این آدم چند وقت پیش مشخص شد که یه جاهای کلاهبرداری کرده. کلاهبرداری سر چی بود؟ سر اینکه اومد گفت که من یه مقاله منتشر کردم، بعد مشخص شد که مقاله خودش نبوده، مقاله رو از کسی دزدیده. بعد یک سری کلاس آنلاین برگزار کرد، بعد پول نداد به مردم، یعنی پول مردم رو بر نگردوند و هیچی دیگه، کلن کارای قشنگی نکرد. من نمیخوام مثل اون باشم، ولی این سری واچ می بیلدش یکم اوضاع متفاوته. ایشون چند تا استارتاپ حالا به ادعای خودش پایه‌گذاری کرده و اومده داره توضیح میده که چطور استارتاپ هاش رو آورده بالا. خب حالا ما هم میخواییم با هم یه استارتاپ بیاریم بالا و شما دارید من رو نگاه میکنید در حالی که دارم استارتاپ خودم رو میارم بالا. استارتاپ My Incomes. هنوز تو این فولدرشم. دفعه پیش که ویدیو رو ضبط کردم خیلی اعصابم رو خورد کرد. بریم فایلای بستون رو ببینیم. بعد من اینجا هم بگم که ایده های بستون رو هم داشته باشیم توی ذهن. خب جادی خودش توضیح خیلی خوب داده، یک پروژه برای دیدن اینکه چطور یک ایده میتونه به مرحله اجرا برسه، قدم به قدم فیلم گرفتم و منتشر کردم و خود سیستم هم برای عموم قابل استفاده است. البته من چک کردم دیدم ظاهرا این رو داون کرده جادی، خب متریال بیشتر به من داده اینطوری. قضیه هم از این قراره که متریالی که الان جادی به من داده بابت این قضیه اینه که من هم میتونم بیام دپلوی کردن پروژه رو به شما آموزش بدم. حالا ما میتونیم با داکر دپلوی کنیم، میتونیم مثلا خودمون یه سرور بگیریم و من ترجیح میدم یکم سنتی دپلوی کنم پروژه رو. بستون A Simple Income and Expense System. بسیار عالی. How to Run نوشته. Run on Windows. Run Tests. ببینید چقدر کلاینت براش نوشته. چقدر قشنگ و یه API RESTfully هم جادی اینجا براش نوشته که اینو هم میبینیم با هم.
و یه تودو هم داره. خب ایده های بستون که برای من جالب بود. یه API RESTful هم احتمالاً بدیم از پروژه. یه اپی هم احتمالاً براش نوشته شه. منتها خب من چون خودم اپ نوشتم بلد نیستم، بخوام در واقع از یه دوستی که حالا نمیدونم چند نفر از دوستانی که دارن ویدیو رو میبینن اندروید دیولپرن، ولی به محض اینکه پروژه رو بردیم بالا و API براش زدیم، این داستانا باشه. مثلا اپ موبایل باشه، بات تلگرام هم میتونه باشه، مثلا اینجا اندروید داره و همین دیگه. اینا مثلا ایده هایی که من از بستون گرفتم. اینا رو جلوش نمی نویسم چک، چرا که هنوز اون چک مارکش، اون تیکش نخورده. و حالا تو ویدیوهای بعدی اگر پیاده کردیم در واقع اینا هم چک میخوره. میبینید ایده با استفاده از ایده های پیشین پیاده شده میتونه کامل بشه. اینا ببندیم دیگه. ما هم بستون رو دیدیم، هم ایده هاش رو. بریم ریلز نصب کنیم. برای نصب ریلز فقط کافیه بزنید جم اینستال ریلز، که مطمئن من ریلز رو نصب کردم و دیپندنسی هاش هم نصب شده انشالله. اینم بگم که روبی جمز یه مقدار زیادی کنده، خب جم که نصب شده بسیار عالی. من الان توی پوشم این فایل دیتیلز رو دارم، میخوام که اپم رو کنار این بسازم، نه اینکه خود این پوشه بشه پوشه اپ من. چی کار میکنم؟ یا میزنم rails new، اسم اپم رو که دیگه میتونم بذارم دخل و خرج، کسی اینو دیگه نگرفته انشالله، اپی به اسم دخل و خرج نداریم که. خب rails new دخل و خرج و enter میزنم. شروع میکنه یه پروژه rails برای من ساختن. الان داره باندل رو اجرا میکنه، الان میخواد وب پک رو نصب کنه. انشالله که دوباره رو وب پک، خب خدا رو شکر رو وب پک هم به مشکل نخوردیم. داره یه چیزایی رو نصب میکنه. خب بالاخره Rails یه معماری داره که بهش میگن MVC یا Model View Controller. یه جاهایی نیاز داره که با CSS و JS و این داستانا اینتراکشن داشته باشه. با Node.js اینتراکشن داریم الان. حتی من به صورت مستقیم هیچ وقت از Node.js تو پروژه های Rails و این داستانا استفاده نکردم. خب احتمالا میدونید که خیلی هم من جاوااسکریپتی نیستم، ولی به هر حال این احتمال رو میده که ما ممکنه از تکنولوژی های مختلف جاوا اسکریپتی مثل ریاکت، مثل ویو جی اس اینا بخوایم استفاده کنیم. خب اگر ای پی آی بدیم احتمالاً خیلی پیدا میشن که بخوان با اپ های با تکنولوژی مختلف اپ بنویسن براش. و بله وب پکر هم نصب شد. امیدوارم خیلی دیگه طولش نده و ارور مرور اینا نخوریم بهش. آن ریلز رو پورت 3000 اجرا میشه. بعد عرضم به حضور شما که تو ویدیو قبلی که فیل شد، در واقع خود ویدیو فیل شد، پورت 3000 منو یه کانتینر داکری اشغال کرده بود و من مجبور شدم که کلا سرویس داکرم رو بیارم پایین و حالا بعد اینو حلش کنم. یه جورایی بعد این چیزا رو حل کنم. خب زیادی حرف زدم، بریم تو دخل و خرج. الان من اگر بزنم Rails S به من یه سرور ریلزی میده. سرور ریلز رو هم اینجوری میاییم، یک سری آدم شاد به ما نشون میده. خب یکی از چیزایی که من از ریلز خیلی دوست دارم این عکسه. همه جور آدمی رو روش میبینید، از هر، حتی گربه هم هست، فقط آدم نیست، یه گربه هست رو کره زمین با یه تعدادی آدم شاد، فارغ از این که مثلا چه جور جسمی دارن، چه نژادی دارن و این داستان. خب ریلز نرم افزار آزاد و طبیعیه که اینطور باشه.
میاد یه ورژنی به من میده و بعد هم روبی ورژن. ریلز هم ورژن آخره، روبی من ورژن یکی مونده به آخر. روبی 2.7 یکم اومده ساختار در واقع اون سی لایک رو داره حفظ میکنه و من حالا یکم باش هنوز راه نیفتادم، باش راه بیفتم احتمالا به اونم مهاجرت میکنیم. خب من الان اوکییم، پروژه‌مون ساخته شد، ترمینال رو خیلی نیاز ندارم الان به جز اینکه بخوام سرور براش بیارم بالا. خب این فولدر رو باز کردم. اولین کاری که میکنیم چیه؟ میایم اینجا میگیم که آقا یه ترمینال به من بده، جان جدت یه ترمینال به من بده. خب بیایم اینجا، من اولا که ریلز رو نصب کردم پس یه چک مارک هم اینجا میذارم. میبینید این کلن کل قضیه در واقع چک مارک های من، یعنی کل اینه که میخوام ببینم ایده رو تا کجا بردم جلو. یکی هم نیست میگه چقدر حرف میزنیم. خب یه یارن دات لاک داریم، یه ریک فایل داریم، پکیج دات جیسون فلان بیسار اینا، یه ریدمی دات ام دی هم داریم. آها حالا ما باید بیایم اینجا بگیم که چه چیزایی رو میخوایم اضافه کنیم. این فایل رو من بعداً ادیت میکنم موقع که بخوام پروژه رو بفرستم رو گیت لب یا گیت هاب، احتمالاً هم بذارمش رو گیت هاب، یکم پاپولارتره، چیز همه پسندتره گیت هاب. خب این بعدن اینکه ترمینال بیارم بالا، میرم تو ترمینال بزنم ریلز جی، این جی مخفف جنریت اسکافولد اینکام. حالا میبینیم دیگه اینکام ما گفتیم یه تایتلی میخوایم، یک امانتی میخوایم و یه دسکریپشنی میخوایم. گفتم دیت نمیخوایم برای MVP که میخوایم بیاریم بالا. میگه که یک ارور دادم بهت، فکر کنم نیاز بود که ما یک باندل اینستال اینجا بزنیم و حالا ببینیم که این ارور رو داره میده به خاطر اینکه warning integrity check system parameters. ما اینو میزنیم دیگه، چیکار کنیم؟ یه کشت ما رو این ریلز با این ایروراش. خوشبختانه ایروری نبود که بخواد ما رو از زندگی بندازه مثل دفعه پیش. میگه که توی webpacker.yml-ت به یه تغییر کوچیک بده. ما این کارو میکنیم ظاهرن این برای امنیته، ولی ظاهرن لازم داریم که ما چنین کاری بکنیم. یکی check yarn integrity، یکی فالس عزیز من. من یه باندل اینستال هم که زدم. خب ببینیم که دوباره چه اروری داره به ما میده. این دفعه امیدوارم دیگه میگه که فلان کن بیسار کن. اوکی check your integrity و اینو فالسش میکنیم. واقعا دیگه حوصله ندارم که به ایرور بخورم. اسکافولد رو ساخت برام. دیدید یه سری چیز عجیب غریب اینجا میاره که آره من فلان چیز و بهمان چیز رو برات ساختم. خیلی کار نمیده که یه سری اپ ساخته، یه سری ویو ساخته و این داستانا. مثلا تو اپ بریم توی کنترولرز میبینی که
اینکامز کنترلر داریم، خیلی کاری نداریم فعلا با این. الان من توی کانفیگم یه فایلی دارم به اسم roads.rb، یه ریسورس اینکام به من داده. سرور رو با این میارم بالا. میبینید هنوز من چون مایگریشن نساختم الان برم تو اینکامز باز به من ایرور داره میده. خب ایرادی نداره. چیکار میکنم؟ میام اینجا میزنم rake db migrate. مایگریشن چی به من میگه؟ میگه که برو دیتابیس رو بساز براش با اون ویژگی هایی که در نظر داری مایگریشن رو بساز و توی دیتابیس این جدول رو اضافه کن اگر نبود، یا اگر بود ببین چه چیزی به اون حالا انتیتی به اون موجودیت اضافه شده. تمام، مایگریشن بدون هیچ مشکلی ساخته شد. ببینید معنی چی میگه. آها، میگه که الان میتونی یه اینکام جدید بسازی، تایتل امان دیسکریپشن هم برای ما داره. حالا ما اینا رو میخواییم فارسی کنیم بعدنا. میتونم الان یه نیو اینکام بسازم ولی ترجیح میدم نکنم این کار رو. برمیگردیم سر پروژه. گفتیم ما یه اسکفولد دیگه ای هم داریم به اسم اکسپنس که اونم باز یه تایتلی داره، یه اماونتی داره و یه دسکریپشن. هر سطرش هم استرینگ و دسکریپشن همون هم قرار نیست خیلی گنده باشن. دوباره میزنیم rake. آن دیدید اینجا یه سری ریسورس اوورد برای ما اضافه کرد. اینجا میگم چی میگم؟ میگم که آقا rake db migrate برام هم بساز. الان اکسپنس هم دارم، یعنی الان من بذارید دوباره برم توی چیز تو سرورم. آکوش 3000 این همچنان رو اینه، ولی بریم اینجا میگم که آقا من اکسپنسز هم بزنم، یه سری اکسپنس جدید دارم. خب به عنوان شروع کار من میتونم الان یه اکسپنس بسازم. چرا؟ چون من یه اکسپنسی امروز داشتم، 16000 تومان دادم یه دومین خریدم. البته چون اعتبار داشتم تو ایرنیک پول از جیبم نرفته، باید این رو بنویسم. میام مینویسم تایتل myincomes.ir the domain. خب طبیعیه دیگه، مثلا من بخوام سرور هم بخرم میام اینجا یه چیز مینویسم در مورد سرورش. امانتش 16000 تومان from my credit in nick.ir یا earnick. میگم که آقا اکسپنس رو بساز برام. خب اکسپنس برام ساخته شد. اکسپنس was successfully created. back. خب من اینا رو دارم، ادیت دارم، شو دارم، دیستروی هم دارم. الان من هر کدومو بزنم میتونم روی اینا عملیات انجام بدم. اما من میخوام یه یوزری داشته باشم که وقتی یوزرم لاگین میکنه بیاد و اینا رو برای من هندل کنه. در واقع اینجوری نباشه که من بخوام برم سراغ در واقع اینکه بدون لاگین. خب الان اینو من بذارم روی سرور، شما میتونی بیای ببینی مثلا آیه چند تا اکسپنس اومده اینجا. خب اینا اکسپنسای من نیست که، اینا اکسپنسای یکی دیگه است. مثلا یکی دیگه اومده اکسپنس زده، بعد اینجا اومده و حالا میاد دیستروی میکنه و طرف کلا نمیفهمه که چی خرج کرده. و این چیزی که ما میخوایم بهش برسیم و اکسپنس ها و اینکام ها رو بذاریم برای یوزر ها. خب من با این کاری ندارم فعلا. راستش 42-43 دقیقه است دارم حرف میزنم، ترجیح میدم قطعش کنم اینجا. اما قبل از اون خب ما اسکفولدر هم یاد گرفتیم که چی هن. اینا من چک مارک میزنم اینجا جلوش.
مورد هفتم رو بذارید من بندازم بعد از این خط. اصلا بذاریم یه جور دیگرش کنم. تو پیاده سازی adding users to the app. مورد هشتم adding users to scaffolds. این اسکافولد با اون اسکافولد پریزن بریک فرق داره. مورد نهم هم بذاریم specializing users incomes and expenses. این سه مورد رو توی ویدئوی جدا میخوام بهش بپردازم. اما قبلش بیایم یه چیزی برخورد کنیم. یه اپی هست، یک لایبرری هست به اسم دیوایز. بعد این دیوایز حالا ما خواستیم یه سری فیلد کاستوم اضافه کنیم توی پروژه دیگه که من دنبالش گشتم. معنی لغویش میشه plan or invent a complex procedure, system or mechanism by careful thought. خب ببینید چقدر قشنگ این واژه داره توضیح میده کارکرد اون لایبرری رو. میگه که ما اگر بخوایم یک نقشه‌ای بکشیم، یک پلنی بچینیم، یه چیزی رو حالا اختراع کنیم و یه سری فکر خیلی حساب شده براش داشته باشیم، فکرامون محافظه کارانه باشن. حتی محافظه کارانه میشه کنسرویتیف، یه خود میشه careful thought. یعنی ما توی فکرمون خیلی دقت داریم رو قضیه. این میشه devise کردن. یعنی در واقع وقتی که میگیم I devised همچین چیزی، یعنی که من این پلن رو با یک فکر خیلی پخته ای چیدم. این لایبرری هم که توی روبیه، این با داکیومنت های خودش هم میتونیم پیش بریم، خیلی چیز پیچیده ای نیست. پس صرفا اینجا اضافهش میکنه و برای بقیه قضایی ها میریم تو ویدیوهای بعدی. احتمالا آخر امشب بشینم این ویدیوی دومم ضبط کنم. The device wiki فلان بیسار اینا ORM و بین تست فلان. میگه که اینو باید بذاریم تو جم فایلمون. اگر اینا رو رد کردم به خاطر اینکه من اینا رو قبلا خوندم، شما میخواید تازه کار کنید باهاش، باید برید تازه بخونید. میگه اینو اضافه کن به جم فایلت. خب جم فایل من کجایی؟ جم فایل معمولا توی دایرکتوری روته. بیایم اینجا. چی میگم اینجا؟ میگم که اینجا اسم اینجا رو میذارم دیولپر زون. یه سری جم ها رو خود روبی تصمیم گرفته برای من اینجا قرار بده، خود ریلز در واقع. یه سری هم من میخوام استفاده کنم، پس میام اینجا میذاریم جم دیوایز. این آخرین نسخهش ببینیم چنده. rubygems.org ببینیم آخرین نسخه دیوایز چنده. 471 که خب ببینیم اینجا چی میگه، اینجا چی میگه، چی میگه. میگیم که آقا حتما بزرگتر مساوی 4-6 باشه. بعد هم میام اینجا فقط نصبش رو میزنم باندل اینستال و میبینم که چطور برای من نصبش میکنه. اینا رو هم خیلی جدی نگیر، یه سری وارنینگ الکی همیشه روبی از این وارنینگ ها داره. یه سری چیزا رو داره فچ میکنه، اینا چیزایی هن که دیوایز لازم داره، منتها ما خیلی لازم نداریم اینا رو. خب دیوایز هم نصب شد، 18 تا جم جدید. من یه باندل آپدیت هم میتونم بزنم که بیاره همه چیز رو نسخه های جدیدتر و آخرین نسخه. یه دورم برای آخرین بار میبینیم که چه اتفاقی افتاد. باندل آپدیتد توی سرورمون. لوکال هاست 3000. هیچ اتفاق خاصی برای ایندکس نیفتاده، اما ما بعدش میریم و ایندکس رو چک میکنیم، درستش میکنیم. توی ویدئوهای بعدی در موردش صحبت خواهیم کرد. ببخشید من تو این ویدئو خیلی صحبت های مقدماتیم خیلی طول کشید،
و قرار بود که بیا مثلا همچین چیزی رو تو این ویدیو پوشش بدم. دیگه ببخشید نشد. انشالله تو ویدیوهای بعدی در موردش صحبت خواهیم کرد. فعلا یادتون نره لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید، هر کاری دلتون میخواد. یادتون نره که این ویدیوها قرار نیست آموزش بدم، من صرفا خودم یه کاری که شروع میکنم به انجام دادن و میخوام با شما به اشتراک بذارم، ولی برای یادگیری بیشتر من تمام لینک هایی که استفاده شد تو این ویدیو رو قرار میدم تو دیسکریپشن. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.